أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، سيدي وسيد الكونين أبا عبد الله الحسين، نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان، ونيابة عن جميع خدمة الحسين عليه السلام. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خون چه دیده چه سن، روز و شب چرا از غم کدام غم، غم سلطان کربلا. بر حسین مرثیه بخوان، مرثیه بخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض السلام ادب احترام خدمت همه شما حسینیان عالم. شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب زیارت آقا سید الشهدا روحی له الفدا، جای همه مشتاقان، جای همه محبین آقا ابی عبدالله در کربلا خالیست، وقتی که تمام انبیا اولیا صلحای عالم از اول تاریخ تا امروز رخصت میگیرند از حضرت حق جل و علا و تمنای زیارت آقا سید الشهدا روحی له الفدا را دارند. امیدوارم که به همین زودی های زود قسمت و روزی همه شما شود زیارت آقا ابی عبدالله از نزدیک. اما اگر به هر دلیلی از کربلا ابی عبدالله دور هستید، دست ادب به سینه بگذارید و عبارت صلی الله علیک یا ابا عبدالله را به زبان جاری کنید. فطرس ملک عرض ارادت شما را خدمت سید الشهدا صلوات الله علیه میرساند و ان شاء الله حسب فرمایش امام صادق مصدق صلوات الله علیه نام شما در تمار زوار آقا ابی عبدالله صلوات الله علیه ثبت و ضبط خواهد شد با برنامه تکیه بین الحرمین
مجموع رسانه امام حسین علیه السلام خیابان قبله در خدمت همه شما هستیم و بررسی مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفدا. رسیدیم به فراز شهادت حضرت قمر الولایه، قمر العشیره، ساقی معرفت، باب الحوائج، ابوالفضل العباس صلوات الله علیه، و مطالبی که در این نقل علامه بزرگوار مجلسی اعلی الله درجاته آوردن و شیخ عباس قمی محدث ثانی در کتاب شریف نفس المهموم که در خدمت آن هستیم آوردند و تسدید کردند این روایت را. بعضی از فرازهایی که اشاره مستقیم دارد به ضرباتی که بر پیکر نازنین و نورانی و مطهر قمر بنی هاشم صلوات الله علیه وارد شده است، نخواندیم و گذشتیم و خواستیم از کسانی که اهل قرائت مقتل هستند، که عرض میکنم اهل قرائت مقتل و خواندن مقتل چون متفاوتن عزیزانی که انس با مقتل دارن با دیگر عزیزانی که اهل مطالعه هستند. مقتل خانی و مطالعه مقتل آداب خاص خود را دارن و از دی که مشغول قرائت مقتل هستند میدانند که باید چگونه مقتل آقا ابی عبدالله روحی له الفدا را مطالعه کنند، چون اگر بعضی از مراقبه ها نباشد، این را تذکاره عرض می کنم که به دیگران هم نقل کنید شما برسانید، اگر در حال خواندن مقتل بعضی از آداب را رعایت نکند کسی که مطالعه می کند مقتل را، شاید عواقبی برای او باشد که نداند از کجا این گرفتاری ها برای او پیش آمده است. آداب را باید رعایت کرد، آدابی دارد خواندن مقتل، در هر حالی نباید قرائت شود مقتل سید الشهدا روحی له الفدا. فضای مناسب، حالت مناسب، حتی نشستن کسانی که مشغول قرائت مقتل سید الشهدا هستند، حالت نشستنشان با دیگر حالات فرق دارند تا سید الشهدا روحی له الفدا عنایت خاصه کنند و پرده کنار بگذارند از مقابل دیدگان پر حجاب و پر مانع ما و قدری از کربلا را بتوانیم بفهمیم، آن هم به فهم قاصر. کنه مطلب همان است که بین سید الشهدا روحی له الفدا و حق جل و علاست، آنچه که مقامات قدسیه حضرات ولی اللهی صلوات الله علیه مجمعین میدانند از کربلا. دیگر هر کسی که آشنا شد اندازه ظرف و ظرفیت خودش بهره ای میبرد، اقل آن کثیر عالم است. این که عرض میکنم یه وقت در ذهن کسی نیاید که تخفیف و اخفا میکنیم در مطلب، تقلیل بیان میکنیم، ابدا، اقل آن کثیر عالم است، به اقل آن جزای بهش میدهد. دیگر ببینید اگر کسی با آدابش با آن اخلاص وارد شود در وادی کربلای سید الشهدا روحی له الفدا به چه مراتبی خواهد رسید. هنیئاً لکم و گوارای وجودتان این انسی که دارید با مقتل سید الشهدا، کربلای آقا ابی عبدالله و آنچه که تعلق دارد به سفینه نجات عالم صلوات الله علیه، مصباح هدایت سید الشهدا روحی له الفدا، گوارای وجود همه شما باشد. لذالک بعضی از عبارات را نخواندیم و گذشتیم. گویم پس از آن که سید الشهدا روحی له الفدا شنیدن صدای برادر را از کنار القمه، یا اخا ادرک اخاک. اینجا مطالب بسیار بسیار دقیق و لطیف و ظریف است. می شود فتح بابی کرد، می شود فتح بابی کرد در این عبارت اخا، و مطالب بسیار دقیق ولایی بیان کرد که تقریبا عمق زیادی دارد، مطالب بسیار ژرفی است که با اینکه در برنامه تکیه بین الحرمین دقت به این ذرایع و دقایق داریم، ولی باز بدانید که مطالب فراتر و عمیق‌تر نیز وجود دارد در مقتل سید الشهدا، که حتی در چارچوب رسانه به این گستردگی گفتن آن نشاید و اهل خودش را می‌طلبد و باید مقدمات بیشتری فراهم شود. از همین جا یا اخا و صدا زدن قمر بنی هاشم صلوات الله علیه سید الشهدا روحی له الفدا را با این عبارت و با کلمه ادرک مطالب بسیاری میتوان بیان کرد. اشاره میکنم برای اهل دقت و اهل معرفت ذیل آیه فاصبحتم بنعمته اخوانا،
آنجا مطلب را بیابند و ببینند چه حقیقتی در این صدا زدن نهفته است. باز تأکید میکنم حسب ظرفیت هر شخص، تأکید میکنم مطلب. بله، گویم سید الشهدا علیه السلام به بالین او آمد، او را به خاک و خون غلطان دید و گریست. تریحی در کیفیت قتلش مطلب دیگری را آورده است که مردی که بر او حمله کرد و عمود آهنین و آن مصیبت را نقل کرده است که ادامه آن را قرائت نمی کنه. فریاد زد یا ابا عبدالله علیک من السلام. این عبارت نیز از دولب گوهربار قمر بنی هاشم خطاب به سید الشهدا ضبط شده است در بین مقاتل و کتب تاریخیه، یا ابا عبدالله علیک من السلام، که میدانید در ادبیات عرب، در عرف عرب، هنوز در بعضی از کشورها نیز چنین است. وقت وداع نیز کلمه سلام را به کار میگیرند. ابن نما یا ابن نما با هر دو ضبط نقل شده است. درباره حکیم ابن طفیل گفته است که او جسارت دیگری کرد و خود مطلب را عرض نمی کنم، حکایت روایت دیگری را عرض می کنم و از آن روایت ببینید که چه اتفاقی افتاده است. در وقتی که امیر عوالم امیرالمؤمنین روحی له الفدا آن عظمت را به عرصه ظهور گذاشتند و آن ضربه را بر فرق عمرو بن عبدود کافر مشرک فرود آوردند که ثواب ثقلین دارد، بلکه افضل از ثواب ثقلین است ضربه امیرالمؤمنین روحی له الفدا یوم الخندق. آنجا وقتی خواهر عمر آمد بر سر بالین برادرش عمرو بن عبدود، حالاتی از او دیدن که مورد تحیر اطرافیان واقع شد. غالبا باید خواهر وقتی بر سر کشته برادر میرسد شیون زاری، گریه، مویه، ناله. به او گفتند که این گونه حالات خلاف آن است که معروف است بین عرب. گفت خوشحالم از این که برادرم را مرد به قتل رسانده است. کسی که او را کشته است غیور بوده است، کسی که او را کشته است صاحب مروت بوده است. گفتن چرا؟ گفت نگاه کنید، زره او زرهی است بسیار بسیار ارزشمند، ولی زره را از تن او در نیاورده است. لباس او لباسی است بسیار گران قیمت، ولی لباس او را از بدنش در نیاورده است. خب رسمی بوده است در جنگ و جمع غنایم، بسیاری هم شاید با احتیاط عرض میکنم در بعضی از غزوات رسول خدا و مطلب قتیل حماری که معروف است در روایت آمده است، بعضی می آمدند به عرصه پیکار برای غنیمت و جمع آوری غنیمت، و هیچ جنگی مستثنای از این مسئله نیست. بعضی با آن خلوصی که لازم است به میدان پیکار نمی رفتند، برای غنیمت می رفتند. خب حادثه پیش می آمد و کشته می شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله تبیین می کرد که این شهید شهیده فی سبیل الله نیست، که او برای غنیمت آمده بود و قصدش این بود که حماری از لشکر دشمن به غنیمت ببرد. از این دست زیاد هست وقتی پای خاطرات بعضی نیز بنشینیم میشنم. به هر عنوان رسم بوده است این گونه امیر عوالم لباس عمرو بن عبدود را از بدنش بیرون نیاوردن. چرا که خب شب جمعه است عرض میکنم و اهلش حقان را ادا میکنن، بیرون آوردن لباس از تن کسی، پیراهن از تن کسی بردن، بار هتک حرمت نیز دارد، نوعی از هتک است. همین اندازه بماند. میان برنامه ببینیم و برگردیم. حسین غریبی روز عاشورا جهان مصالح کردی، کهن پیرهن
عیسی ابن مریم عروج کرد، موسی به وادی طور رفت، به موسی گفتن فخلعن علی، کفشاتو بکن و جلو. حضرت عیسی وقتی به آسمان رفت، امام صادق فرمود خطاب رسید: عیسی فخلع قمیصک، پیش ما داری میای، از مال دنیا چیزی دنبالت نباید باشه. حضرت فرمود پیراهن و مریم نخشو ریشته بود، مریم بافت. حالا اینجا شعر معلوم میشه: تو اون حسین غریبی که روز عاشورا جهان مصالحه کردی، بکن پیراهن این حسین و نالین مبارکشم بردن، امامشو بردن، عبا رو ببری. من حسین میخوام دسته یه خلق رو بگیرم ببرم. ای حسین، صلوات الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. آره، این گونه مطالب جمع می شود، با هم یکی می شود. انشاءالله که قصد ما غیر از این نیست که در خدمت آقا سید الشهدا و نوکران و مخلصان دستگاه آقا ابی عبدالله باشد. خود ابی عبدالله نظر عنایت دارد. روزه میان برنامه با مطلبی که عرض می کردم توأمان شد و مطلب واضح شد برای اهل دقتان. حسین غریبی که روز عاشورا جهان مصالحه کردیم، به کهنه پیراهنی. کربلا سراسر اسرار است. بخواهید از مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج الشریف، بخواهید یعنی جای آن دارد که انسان دست طلبش از سمت تمنا پایین نیاید همه عمر و تمنا کند که از کربلای سید الشهدا به او بچشانن قدری، بفهمد، درک کند قدری. هر کسی که به سرمنزل مقصود رسیده است و راه را بدون گمراه شدن طی کرده است، هر کسی که به سرمنزل مقصود رسیده است و راه را بدون انحراف طی کرده است، با گریه بر سید الشهدا رسیده است. اگر شنیدید گوشه ای از عالم، اگر شنیدید کسی ادعا دارد که می شود رسید به حق و حقیقت بدون گریه بر سید الشهدا، بدون عرض ارادت به آقا ابی عبدالله روحی له الفدا، بدانید که امر بر او مشتبه شده است و از حق و حقیقت هیچ نشانه ای ندارد. بل سبلت لهم انفسا، دچار گمراهی شده است، چون این راه رسیدن به حضرت حق جل و علا بدون گریه بر سید الشهدا محال است. خداوند علی اعلی این گونه قرار داده است. از آدم ابوالبشر گریه بر ابی عبدالله باعث می شود که برگردد به همان مقاماتی که داشته است. از آدم ابوالبشر بیا تا یومنا هادا گریه بر ابی عبدالله راه را سهل آسان می کند. رحمت واسعه است آقا ابی عبدالله روحی له الفدا. از اگر شنیدید کسی ادعایی دارد در بواطن امور، ادعایی دارد در معنا، ادعایی دارد در فهم حقایق و آشنای با کربلای سید الشهدا روحی له الفدا نیست، بدانید که مطلبش هباء منثورا است و به قهقرا می رود و گمارا سر او را گرم کردن به جای دیگر. ابلیس می کند از این کارها آقا. سر ادعی را گرم مطالبی می کند که از حق دور باشند. یک نشان دیگر هم گفتن بزرگان که دارد کسی که اهل وادی معرفت است و حق و حقیقت می داند، نه این دکانهای بازی عرفانهای امروزی که نه سری برای آن یافته ایم و نه تهی دارد،
نه ما، بلکه هر که اهل تحقیق است هرچه می نگرد نه ابتدایی برای آن مشخص است نه انتهایی، در وسط راه نیز از هر گوشه ای گرفتند و اضافه کردند، مثل بعضی از ادیانی که اگر با کسانی که آشنایی به علوم ادیان دارد بنشین و حرفهایشان را بشنوید میبینید از دینهای مختلفه مطالبی را گرفتند و دین جدیدی، آنها هم چنینند. نه، غرضم این بازار و دکان و عرضم به خیلی این مطالب نیست، آن حقیقت معرفتی که خواستن، آن حقیقت معرفتی که در انتهای زیارت جامعه طلب میکنی از حق جل و علا که بشناسی حضرات اهل بیت را، آن با گریه بر سید الشهدا و نشان دیگری بزرگان گفتن و آن براءت از دشمنان امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفداست. بسنجید اگر اهل براءت است، اگر اهل گریه بر سید الشهدا است، آری می شود قدری به او توجه کرد و با امور دیگر. اول بسم الله است. خب، گریه بر سید الشهدا انسان را واصل می کند به آنچه که مطلوب حضرت حق جل و علا است. خب، در بهار است که گفتند چون عباس علیه السلام شهید شد، حسین فرمود الان انکسر ظهری، کمرم شکست و چاره ام قطع شد و قلت حیلتی. راجع به قلت حیلتی معانی دیگری هم می شود لحاظ کرد که قبل تر گفته ایم و گذشته ایم. راه چاره بر من بسته شده است یا کمرم شکسته است، تمام اشاره دارد به این که قمر العشیر صلوات الله علیه قوام خیمه های سید الشهدا روحی له الفدا بود. قمر العشیر صلوات الله علیه تکیه گاه اهل حرم بوده است. حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه امید اهل حرم بوده است. سید الشهدا را عرض کردیم، شعر شیخ کاظم عذری را عرض کردیم، یوم ابوالفضل استجار به الهدا، همه این مطالب را عرض کردیم. مقام کفیل بودن حضرت قمر بنی هاشم معلوم است و پوشیده نیست برای اهل معرفت و اهل وادی سید الشهدا روحی له الفدا. حامی است، هم نگهبان است هم نگهدار است، نگهبان و نگهدار است قمر بنی هاشم صلوات الله علیه. باشد هدیه به کسانی که برنامه را جز به جز پیگیری می کنند و اهل تکیه بین الحرمین هستند. این را برای شما عرض میکنم. سید الشهدا فرموده باشد به قمر بنی هاشم نصرتنی حیا و میتا. قوغاست آقا این مطلب، نصرتنی حیا در زمان حیاتت و میتا بعد از شهادتت نیز در نصرت من هستی. نصرتنی حیا و میتا، مقام بسیار رفیع است، بسیار رفیع است. اینجا مرحوم شیخ عباس قمی محدث ثانی اعلی الله درجاته، یه شب جمعه است، امیدوارم که روح او غریق نعم باشد با زحماتی که برای شیعه کشیده است. کتاب نفس المحموم که ما بر سر سفره او نشسته ایم تقریبا بیش از 3 سال است و دیگران، و زحمتی که در کتاب مفاتیح الجنان کشیده است از این باب که اگر بعضی از زیارات را این بزرگوار نقل نمی کرد در اثبات بعضی از فضائل حضرات اهل بیت ما با بعضی از اهل علم نیز مشکل داشتیم. شادی روحش و همه کسانی که خدمت به اعتقادات شیعه کردند، فاتحه قرائت کنید و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، هدیه محضر سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن الرضا صلوات خط کنید. یا علی صوت العقیل تجول مخاطر و دمعی سیل حرائر کربل حزن الفواطم تدور مضاعف.